در کنار جزوه تمرین هایی که توی کلاس و توی جزوه هستی کتاب کاری هم اگر موافق باشید خدمتتون میدیم که حالا مباحثی که با هم کار میکنیم سر کلاس ایراد و اشکالاتتون رو که سر کلاس برطرف کردیم یا منبعی هم داشته باشید که توی طول هفته توی منزلتون بتونید از اون سوالا استفاده بکنید. کتاب کار خیلی کوچولو کوچولویی خدمتتون میدیم که انشالا از تمرین های اونا تو طول هفته بتونید استفاده بکنید. این از بحث جزوه و در واقع کتاب کارتون. نکته دیگه که باید عرض کنم خدمتتون، حالا اکثر بچه ها تقریبا میتونم بگم که هم پارسال با بنده کلاس داشتن هم تابستون ما در خدمتشون بودیم، ولی بر حسب وظیفه و جلسه اول کلاس من این نکات رو خدمتتون بگم. عزیزان من توی سال هشتم شما اگر کتاب درسیتون رو نگاه بکنید عنوان‌ها و فهرستش دقیقاً همان چیزیه که شما تو سال هفتم خوندید، فقط اسمش را فقط اسمش همون چیزیه که شما تو سال هفتم خوندید، ولی وقتی که وارد موضوع میشید، وقتی که وارد مسائلش میشید، وقتی که وارد تمرین‌هاش میشید می‌بینید که کاملاً با سوالات پارسالتون خیلی تفاوت داره. این از این جهت عرض کردم خدمتتون، یه سری از بچه‌ها برای خودشون خیال بافی نکنن اینجا بگن خب اینه که من پارسال داشتم اینا که بلدم اینا که اونجوری اینا که خب حل پای هیچ دیگه ما درس نداریم براتون، آقا ما همه رو بلدیم. ببین با این فرمون برید جلو سر جلسه یه سری سوال جدید می‌بینی، خب یه سری سوال جدید می‌بینی تازه اون موقع میگه ای بابا اینا چی کجا بود، پس گول فهرست کتابت رو نخور که حالا عنوانش عنوان تکراریه. تو صورت سوال به مثال کاملا کلاس 7 و 8 متفاوته. این یه نکته. نکته بعدی بچه‌ها ما توی کلاسمون حالا دیگه میدونید اینا رو من فقط دارم یادآوری میکنم، یک موقع تدریس اصلا کامنت نذارید، موقع تدریس یعنی زمان که من پای تابلو هستم و دارم یه موضوع خدمت عرض میکنم اصلا کامنت نذارید، اکثرا که کامنت رو میبندم موقع تدریس، ولی خب حالا زمانی که داریم موضوع رو هم یه بررسی میکنی لطفا همه حواسا به من باشه، نکته اگر بود سوالی ایرادی اشکالی بود بعدش من میان میگم بچه حالا سوالاتون رو بپرسید، فقط زمانی که ازت سوال میخوام هم سوالت رو بپرسید، تو طول کلاس هی حواست پرت تایپ کردن سوال نباشه. این یه نکته اساسی. ما هر جلسه یه سری نکات رو خدمتتون عرض میکنیم، حالا اگر مبحثمون اینقدر زیاد بود که بتونیم ازش نمونه سوال و تمرین توی منزل بهتون بدیم کارو میکنیم، اگر که نه مثلا امروز مثلا دارم میگم مبحثمون خیلی پیش نمیره خیلی ازش سوال وجود نداره اینو موکول میکنم وقت آینده، و در کل شما هر جلسه تمرین و تکلیف خواهید بشه. نکته بعدی بچه ها پایان هر فصلی امتحان هم شما مثل سالهای قبل خواهید داد که در واقع این امتحان مشخص میکنه اون فصلی که ما تو طول حالا جلساتون با هم کلاس داشتیم چقدر براتون مفید واقع شده و چقدر شما تونستید پس اون فصل بعد. این کلیت ماجرایی بود که ما قرار انشالله توی این جلسات به طور آنلاین که در خدمتتون هستیم با هم دیگه انجام بدیم. نکته بعدی که باید عرض کنم خدمتتون اینه که خواهشی که ازتون دارم بچه ها مثل سال قبل مثل گروه سال قبل نمون اکتیو خیلی فعال پر انرژی باشید که انشالله بتونید خیلی خوب از پس ریاضیات سال هشتم هم بهتون امسال یه مورد شرط نسبت به سال قبل متفاوت از نظر آموزشی خودتون شاهد در ماجرا هست. فصل های کتاب رو یادآوری بکنم و سریع بریم بحثمون رو شروع کنیم. فصل اول در رابطه با عدد صحیح عدد کویا کتابتون گفتیم یه اشاره کوتاهی بهش میکنیم و سریع ازش رد میشیم و انشالله امروز این فصل رو به امید خدا ببندیم. کمکم دیگه فصل دوممون در رابطه با اعداد اوله که تعریف اعداد اول سال هفتم داشتیم یه سری روش جدید میخونیم. فصل سوممون در رابطه با مبحث هندسه است که توی فصل سوم
یه سری فرمول های سری روابط و یه سری قضایای هندسی رو مطرح می‌کنیم. فصل چهارممون در واقع مربوط میشه به مبحث عبارات جبری، حالا x و معادله و متغیرها اینا، که در کنار عبارات جبری سال قبل شما خیلی از نکات رو برای اولین بار توی جلسه هشتمتون یاد میگیرید. فصل پنجم در رابطه بردار و مختصات یه سری نکات، روش‌های جدید، نحوه نمایش جدید بردارها رو مجدد شما می‌بینید. فصل ششم کلاً جدیده، سنگینه، خیلی سنگینه، به جرأت میتونم بگم سنگینه. یعنی فصل شما کل کتاب سال هشتمتون فصل ششه، هیچی ازش بلد نیستید، سال قبل نخوندید، کمر خودم باید بگم. فصل هفتمتون در رابطه با توان و رادیکال و جذر و ایناست که یه بخش کوچولوش مال پارساله ولی بقیه مطالبش جدیده. از شود که فصل هشتمتون در رابطه با آمار احتمال، یه بخش نمودارهاش یه کوچولوش مثل سال قبل ولی بقیه نکاتش همشون نکات جدید. فصل نه هم که کلن جدیده دیگه، فصل نه هم که حال هوای هندسه داره، یه فصلی که مثل فصل 6 به چالش میکشد. توی فصل 6 و 9 خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم که خود نکرده مشکلی پیش نیاد. این هم کلیتی کتاب درسی سال سال 8 شما توی به امید خدا قلیت 9 فصل در خدمتتون باشه. خب از من مرسی نمال جان، عرض به شما دوستای گل و نازنینم، اگر موافق باشید بریم بحثمون رو شروع بکنیم و خیلی هم راحته. حالا بچه تابستون که بودن که هیچی، خیلی راحت تره. حتی اگر عزیز تابستون هم دیدن ما نبوده، همه چیزه که ما توی این فصل میخوام بگیم همش آن چیزیست که شما توی سال هفتم کنید. فعلا شروع کتابتون با فصل یک و دو آسونه، فصل سه به بعد نکات جدید سرکلش پیدا میشه. خب اگر موافق باشید بحثمون رو با هم دیگه شروع بکنیم. رنگی بیشی که بچه ها پرسید که سال فال پرسید که ما تو رو نگاه بکنیم یا جزوه رو نگاه بکنیم. خب الان شما بچه جزوه رو نگاه بکنیم. مثلا دوربین رو میبندم، خب دوربین رو میبندم که حواستون حرف تصویر نشه. الان نگران اینترنتتون نباشین، خودم بستم. بحثمون رو شروع کنیم. اولین بحث فصل اولمون در رابطه معرفی اعداده که دیگه همه ماشاءالله هزار ماشاءالله از من بهتر بلدن. یه یادآوری سریع و یا علی تمام. اولین مجموعه که بچه ما راجبش با هم صحبت میکنیم اعداد طبیعیه. نکاتی که در رابطه اعداد طبیعی باید بلد باشید اینه که این اعداد رو با حرف N نمایشش میدیم و از عدد یک شروع میشه و تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. درست شد؟ نکاتی که در رابطه با عدد اول قراره بدونید رو من توی تصویر براتون هایلایت کردم. سه تا نکته: یک، نمایش اعداد طبیعی با حرف N و شروعش از عدد یک و تا بی نهایت هم ادامه داره. این نکاتی بود که ما در رابطه با عدد طبیعی باید بلد باشیم. بچه‌ها در واقع این که ما فقط شروعش رو میدونیم و میگیم تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه، اصطلاحاً به این اتفاق میگن یک مجموعه بی پایان، پایان نداره. پس مجموعه اعداد طبیعی رو به این شکل میتونیم نشونش بدیم، میتونیم بگیم که n برابر میشه با 1 2 3 تا الی. مجموعه دوم از اعداد تحت عنوان اعداد حسابیه، اسمش پس اعداد حسابی، یه ذره بزرگتر از مرحله قبله، با حرف W نشونش میدیم و از عدد صفر شروع میشه و اینم مثل قبلیه و تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. بچه دو تا تفاوت مهم با بالا داشت. یک، با حرف W نشونش میدی، بالایه رو با حرف N نشون میدی. دو،
بالایی شروعش از عدد یک بود ولی اینجا شروعش از عدد صفره. و شباهتش با بالا اینه که هر جفتشون یک مجموعه بی پایانه، یعنی تا بی نهایت ادامه دارن. که اینو شما تو تصویر هم میتونید ببینید. اینجا مجموعه عدد طبیعی رو دیدید، حالا میخوان عدد حسابی رو ببینید. این دو تا مجموعه رو ما معرفی کردیم خدمتتون. دست سوم از اعداد تحت عنوان اعداد صحیح مطرح میشن. بچه ها اعداد صحیح شامل سه دستن، شامل سه دستن. دسته اول رو بهش میگیم اعداد طبیعی مثبت یا اعداد صحیح مثبت، همون اعداد طبیعی خودمونه که شامل یک و دو و فلان نیست، یک دو سه الی هفت. دسته دوم رو تحت عنوان اعداد منفی میشناسیمش. از کجا میاریم؟ همون عدد طبیعی ها رو برداشته قرینه کرده، عنوان اعداد منفی میشناسیمش. و دسته آخر عدد صفر که از پارسال بلدی به عنوان مبدا و مرکز اعداد صحیح. پس این اعداد رو ما اگر با حرف زد نشونشون بدیم به این صورت میتونیم نمایش بدیم. پس بچه ها حواستون هست دیگه، اعداد صحیح رو با حرف زد نشونش میدن که شامل اعداد منفی، اعداد مثبت و اعداد صفر به عنوان مبدا و مرکز، که ما مفصل توی سال هفتم فصل دوم تابستون پارسال مفصل راجع به عزیزانمون کلاس هفتم صحبت کردیم. خب حالا میخوایم نکات مربوط به اعداد طبیعی، حسابی و صحیح رو با هم دیگه یادآوری و بررسی کنیم. نکته اول، بچه عدد صفر عددیه که براش علامت تعریف نمیشه، یعنی تو حق نداری بگی صفر مثبت یا منفی، اصلا صفر علامت نداره. پس این نکته رو اینجوری با هم بررسی میکنیم، میگیم عدد صفر نه مثبت است و نه منفی، یعنی اصلا علامت نداره. وقتی که علامت نداره یه نتیجه مهم میتونی ازش نتیجه بگیری. نتیجه که ازش میشه گرفت اینه که بچه وقتی که عدد صفر علامت نداره میتونی ادعا بکنی که آیا علیفه قرینش با خودش با هم برابره. پس قرینش با خودش با هم چیه؟ با هم برابر میشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه تو میدونی وقتی یه عددی رو میخوای قرینه بکنی در واقع باید علامتش رو عوض کنی. فقط هفته هشت میدید دیگه، یعنی هشت به شش به دقیقه میبندید میدید هشت به من میرم اینو میخوام بگم دیگه بچه در هشت به من دارم بکنم کنم مرم درم 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 که نیست چون سر خبر برم بگم اینا که داشتیم و کمه استثالاتی که من بگم هشت شب بله هشت شب نه هم در هشت صبح بیدارم شم کامرات هشت صبح حالا خب عرض شود که آقا همونطور که خانم را فرمودن من عرض کنم خدمتتون که برای فردا ساعت 7 تا 8 شب برای دریافت جزوه باید بیاید مدرسه آموزشگاه. ساعت 7 تا 8 شب برای دریافت جزوهتون باید به آموزشگاه مراجعه بکنید. اوکی؟ پس حتما اینو عنایت داشته باشید. الان نمیدونم بیان جان با خانم را تمرین کنم بعد از کلاس با بعد از کلاس با خانم را تمرین کنید. باشه؟
حالا یکی زودتر میخواد بیاد، دیرتر میخواد بیاد، اینا رو همه رو با خود کامران تمام کنم. ولی کلیت ماجرایی که الان دیگه دیدید، دیگه شنیدید، به من گفتن ساعت 7-8 شب برای دریافت جزوه با آموزشگاه مراجعه کنید. خب بریم ادامه. سلام علیکم. بریم ادامه درسمون رو من بگم خدمتتون. پس هرچه دوربین خودم بستم دیگه، نگران این نباشید الان. اوکی من ببندم دوربینم و شما تصویر جزار واضح ببینید. خب نکته بعدی بچه های عزیز، یه قرار همین الان با هم بذاریم، ما اعداد رو از کوچیک به بزرگ شماره بدیم. اعداد طبیعی میشه شماره یک، درست شد؟ یاد طبیعی کوچکترین و اولین اعداد ما، اعداد طبیعی میشه شماره یک، اعداد حسابی میشه شماره دو، اعداد صحیح میشه شماره 3. حالا در ادامه صفحه های بعدی اعداد پویا رو هم میخونیم میشه شماره 4. ولی فعلا این دو سه تا شماره رو داشته باش. ما میگیم که کوچکترین اعداد ما اعداد چی هم طبیعی با شماره 1، بعدش میشه اعداد حسابی با شماره 2، و بعدش میشه اعداد صحیح با شماره 3. اوکی؟ قرار کلیمون این باشه، این بوده تا به سون. بازم تکرار بکنم آقا، هر عدد کوچیکی میتونه یه عدد بزرگ باشه. پس چی شد؟ هر عدد کوچیک میتونه یه عدد بزرگ باشه، ولی هر عدد بزرگ یه عدد کوچیک نمیتونه باشه. یا یه جور دیگه بچه ها، اعداد طبیعی شماره اولمونه، خب میتونه تو شماره 2-3 که بزرگه جا بشه، ولی برعکسش ممکن نیست. یعنی اعداد صحیح چون شماره 3 منه، توی شماره 2 و توی شماره 1 جا نمیشه. اعداد حسابی شماره 2ه، تو شماره 3 جا میشه، ولی تو شماره 1 جا نمیشه. جا افتاد؟ پس با این شماره گذاری و این کد گذاری که خدمت عزیزانم دارم میگم، در واقع میتونیم روابط تبدیل مجموعه اعداد رو چکار کنیم؟ تشخیص بدیم. این است. پس اینا داشته باش. حالا از این رابطه شماره گذاری و کد گذاری میخوام یه سری نکات رو هم دیگه مطرح و بررسی کنم. نکته اول، که هر عدد طبیعی یه عدد حسابی محسوب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه بچه شماره طبیعی 1 بود، شماره طبیعی 1 بود، شماره حسابی 2 بود. 1 تو 2 جا میشه، 1 تو 2 جا میشه. ولی هر عدد حسابی که شماره 2ه، تو شماره 1 طبیعی جا نمیشه. مشکل این حرف کجاست؟ بچه ایراد این نکته تو کجاست که میگیم اشتباهه؟ مشکل این قضیه عدد صفره که من زیرش قرمز کشتم. نکته بعدی، بچه این در واقع یه تذکره که شما اینو پارسال هم داشتی. میگه آقا وقتی یه عددی علامت نداشت، یعنی علامتش چیه؟ مثبته. پس اگر عددی علامت نداشت، یعنی علامتش مثبته. پس اگر عدد منفی باشه باید علامتشو بذاریم، باید علامتشو بذاریم. پس نکته که دارم خدمتتون میگم، میگم اگر عددی به جز صفر علامت نداشت، علامتش مثبته. علامتش مثبت، به عبارت دیگر علامت مثبت رو میتونی بذاری، میتونی نذاری. نکته بعدی، در واقع اسم دیگه یه عدد صحیح مثبت، عزیزان من، اعداد صحیح مثبت کیان؟ میگیم که آقا اعداد صحیح مثبت 1, 2, 3, 4 الی آخر. خب بابا جان من، این اعداد صحیح مثبت همون چیا؟ همون اعداد طبیعی محسوب میشه، همون اعداد طبیعی محسوب میشه. نکته بعدی، هر عدد طبیعی که عدد صحیح میباشد. بچه این جملات خوراک سوالات صحیح غلطه ها. میخوام ببینم آیا این رابطه و این جمله درسته یا غلطه. میگه هر عدد طبیعی یه عدد صحیح. خب طبیعی شمارش هم بود، شمارش 1 بود. صحیح شمارش هم بود، شمارش 3 بود. خب 1 تو 3 جا میشه،
ولی هر عدد صحیح یک عدد طبیعی نمی باشد. آره دیگه، درسته دیگه، ایرادش کجاست؟ بچه طبیعی صحیح هست، ولی صحیح که شمارش رو سه گفتی طبیعی نیست. مشکل این حرف تو چیه؟ تو دو تا قسمته. مشکل این حرف تو دو تا قسمته. قسمت اولش میشه اعداد منفی، قسمت دومش میشه عدد صفر. نکته بعدی، بچه ما تو نکته بعدی در واقع میخواییم مقایسه اعداد رو با هم دیگه بررسی بکنیم که کدوم عدد بزرگتره کدوم عدد کوچیکتره. ما قرارمون بر این بود که رو محور اعداد هر چقدر که اعداد ما سمت راست باشن بزرگترن و هر چه اعداد سمت چپ برن کوچیکتر میشن. این قرار ما بود. خب پس وقتی که اینو میخوای بررسی بکنی به یه نتیجه میرسیم. بچه تو محور اعداد ما میدونیم صفر به عنوان مبدا وسط قرار میگیره، صفر به عنوان مبدا وسط قرار میگیره و هرچی به سمت راست میریم اعداد ما مثبت و هرچی به سمت چپ میریم نسبت به صفر اعداد ما میشن اعداد منفی. پس نتیجه میشه گرفت ازش که آقا عدد صفر از تمام اعداد منفی جای خالی بزرگتر و از تمام اعداد مثبت جای خالی چیه؟ کوچیک‌تره. دو تا لفظ ما اینجا یاد میگیریم، یکیش لفظ نامثبت، یکیش لفظ نامنفی. عزیز من وقتی این سوالی گفت نامنفی، نامنفی یعنی چی؟ یعنی منفی نیست. نامنفی یعنی منفی نیست، میشه اعداد مثبت به علاوه عدد صفر. صفر هم منفی نیست دیگه. خب پس میشه تمام عدد مثبت به علاوه عدد صفر. از صفر، یک، دو، سه الاخر هم بهش میگن عدد نامنفی. عدد نامثبت یعنی چی؟ نامثبت یعنی عدد مثبت نیست. پس میشه اعداد منفی به علاوه عدد صفر. خب بچه تو این صفحه یه سوالی هست بفرمایید. تو این صفحه اگر سوالی هست من در خدمت عزیزانم هستم. اگر که نه بریم صفحه بعد. سوال نداریم سوال؟ خب حتی فردا شب لازم میگیرید دیگه، فردا لازم میگیرید. اینو خواهد کردن داریم میدیم و مرسیش رو نمیخواد بنویسید، خود رو درگی نوشتن چند تا داریم نکاتش حالا در حد یه یادآوری بر خودتون بنویسید، ولی انشالله فردا شب جزوه تون گرفتید دیگه خیالتون راحتی اینا رو عمل کنید. مرسی ارمان جان، ممنون آقا. خب بریم سراغ نکته بعدی. باز دور من دوربینا ببندم استاد. اگه پرسنت صفر جز عدد نامنفی هست جز جفتش هست؟ تو جفتش هست. چرا؟ چون این تقسیم بندی اصلا برای صفر معنی نداره. چرا؟ چون ما گفتیم برای صفر علامت تعریف نمیشه، پس ما نمیتونیم صفر رو بگیم فقط مثبت یا فقط منفی. صفر تو جفتش هست. خب نکته بعدی، خب بریم نکته بعدی رو با هم بررسی بکنیم. بچه ما گفته بودیم قرینه کردن یعنی چی؟ وقتی شما یه عددی رو دارین قرینه میکنی صرفا دارین چی کار میکنی؟ چه اتفاقی رو عدد میکنی؟ علامت عدد عوض میشه. قرینه کردن پس یعنی تغییر علامت. دیگه میدونی اگر عدد مثلا مثبت بود میشد منفی، منفی بود میشد مثبت. میرسیم الان بهش سرجم. یادتون پنج دقیقه در دقیقه بهش میتعریف عدد گویا توضیحات باید یاد میداره. از سطح بردتون که قرینه کردن پس میدین تکلیف یعنی چی؟ ببینید در واقع علامت عدد رو عوض کردن. خب پس یادت باشه وقتی که یه عددی رو بچه شما برمید دو بار قرینش میکنید، وقتی یه عددی رو شما دو بار قرینش میکنید در واقع خود عدد اصلی به دست میاد. این نکته رو ما پارسال هم داشتیم، امسال هم دوباره تکرارش میکنیم.
می‌بینیم قرینه قرینه هر عدد میشه خود اون عدد. برای اینکه شما بخواید یه عددی رو قرینه بکنید کافیه که فقط پشت عدد یه علامت منفی بذارید. کافیه که فقط پشت عدد چی بذارید؟ یه علامت منفی بذارید. اینو من پارسال هم گفته بودم، باز هم تکرار می‌کنم. هر موقع شما یک پرانتز داشتید، که پشت این پرانتز، یه علامت منفی قرار می‌گیره. این علامت منفی معنیش یعنی چی؟ معنیش یعنی قرینه کردن. پس هر موقع تو یک پرانتز داشت، حالا توش عدد، توش عبارت جبریه، توش نمیدونم یه پرانتز، توش هر چی که میخواد داشت، یه معادله است. خب این علامت منفی که پشت پرانتز قرار بگیره کارش منفی کردن، کارش بهتر قرینه کردن. قرینه کردن یعنی چی؟ خلاصه قرینه کردن یعنی تغییر علامت، یعنی تغییر علامت. یعنی اگر مثبت بود بشه منفی، منفی بود بشه مثبت. کل ماجرای بحث قرینه کردن اعداد. خب اینم که خدمت عزیزانم گفتم، میرسیم سراغ جمع و تفریق اعداد صحیح. یه یادآوری دوباره سریع بریم بچه ها، برای جمع و تفریق اعداد صحیح دو تا حالت ممکنه که به وجود بیاد. طور خوده این اشتباه کنیم، برای جمع و تفریق اعداد صحیح دو تا حالت ممکنه که به وجود بیاد. پس ما این تابستون گفتیم یک بار دیگه هم سریع بگیم، محاسبات اعداد صحیح به این صورت شروع کردیم یا فراموشش نشده باشه. محاسبات اعداد صحیح دو حالت بررسی میشه. حالت اول صرفا برای جمع و تفریقشون بود، صرفا برای جمع و تفریقشون. حالت بعدی برای زن و هست. بچه برای جمع تفریق شما دو تا حالت ممکنه به وجود بیاد. یا دو معلمی که ما در راجعش با هم دیگه صحبت می‌کنیم، علامت هم یا دو معلمی که در راجعش با هم صحبت می‌کنیم، هم علامت هم علامت هم یا علامت هاشون هم دیگه چطوری فرق کنه. غیر هم علامت مختلف بر علامت هم تو از هر هفته زنی خیلی کنی در مجرد رو علامت هاشون با هم فرق. وقتی که دو طرف از علامت هاشون مثل هم بود، هم هم بودن، گفتیم باید دو طرف رو شما چکار بکنید؟ جمع بکنید. بعد از اینکه جمع کردید علامت یکی رو باید قرار بدید. علامت یکی رو قرار بدید. وقتی که عرض با هم علامت هم قرار میشن، شما که باید دو قرار دارم کنید کم بکنید. دو قرار دارم کنید بعد بعدش بگیم چی؟ بعدش بگیم علامت بده بزرگتر رو قرار بده. بگم علامت بزرگتر رو قرار بده. بعد از آن فرض کنیم که چه کار خاصی انجام نمیده. این معنی اینه که در دوم زمان بوده که زرده تان زرد میکردیم، دو تا عدد هم زرد میکردیم، بعد داستان علامتش رو تشخیص میدادیم. اگر دو تا عدد علامتش اینجوری بود، مثبت در مثبت بود، جوابش میشد مثبت. اگر دو تا عدد منفی در منفی بود، بازم میشد مثبت. اگر یکیشون مثبت بود، یکیشون منفی، یعنی بود مثبت در منفی، یا بود منفی در مثبت. اگر این شکلی بود، علامتش میشد منفی، من همه راحتی را تمام.
چه حالا چه برای ضربش چه برای تحلیلش ماجرای مربوط به محاسبات اعداد صحیحه که ما اینو تابستون هم خدمت عزیزان دلمون عرض کرده بودیم، مجددا هم تکرار شد، هیچ ایرادی نداره. خب سوال اگر هست بفرمایید. از ما سوالی دارید این موضوع؟ خب یه نکته کوچولو فقط من بگم، بعدش بریم با هم دیگه تمرین های محاسباتی این قسمت رو حل بکنیم. بچه ها یه سوالاتی هست، همه یه محاسبات رو با هم دیگه توی یک سوال قرار میده، جمع و تفریق و ضرب و قسم و فلان و پرانتز و توان و اینجور چیزا. یادت باشه توی این تیپ سوالات باید حواست به اولویت ها باشه، حواست باید به اولویت باشه. پس ما برای اشاره آخرین بار دیگه اینارو دیگه نمی‌کنیم، اولویت ها رو اینطوری معرفی می‌کنیم. اولویت در مرحله اول با پرانتز با پرانتز و اگر چند پرانتز با داخل دهی پرانتز مرحله دوم با تمام جذر مرحله سوم با ضرب و تقسیم مرحله آخر با جمع و تقسیم. بچه‌ها اگر ضرب و تقسیم پشت سر هم بیاد میدیم از چپ به راست، از چپ به راست اولویت داره. اینا کل ماجرای اولویت ها. خب سری نکاتش رو بخونیم بعد با هم دیگه بریم مثالاش رو شما زحمت بکشید حل کنید. خب بریم ما جمع و تفریق عدد صحیح. میگه که برای جمع و تفریق عدد صحیح طبق نکات زیر عمل میکنیم. خب نکاتش رو ببینید الان، همین نکاتی که پای تابلو هم خدمتتون عرض کردم. اگر دو عدد با هم علامت بودن، یعنی یا هر جفتش مثبت بود یا هر جفتش منفی بود، با هم چیکارش میکنیم؟ با همون دو تا عدد رو جمع میکنیم و علامتشون رو قرار میدیم. حالا جفتش مثبت بود مثبت بود، جفتش منفی بود منفی. اگر علامت دو تا عدد فرق داشت، یعنی چی؟ یعنی اینکه یکیش مثبت بود یکیش منفی، یکی مثبت و دیگری منفی، اونا رو باید از هم چیکار کرد؟ اونا رو باید از هم کم کرد. این دو تا عدد رو باید از هم کم کنیم و علامت عدد حتما حواست باشه، علامت عدد بزرگتر رو باید قرار بدیم، علامت عدد بزرگتر رو قرار بدیم. برای ضرب و تقسیمش هم عین دوران ابتدایی ضرب می‌کنی و میای از این ماجرا استفاده می‌کنی، مثبت در مثبت، مثبت منفی در منفی، مثبت مثبت منفی منفی، منفی مثبت. آخرین بحث اولویته که گفتیم اولویت در مرحله اول با کجاست؟ با پرانتزه. اگر چند تا پرانتز تو هم بود با داخلی ترین پرانتزه. مرحله دوم با توان و جذره. مرحله سوم با ضرب و تقسیمه و در آخر هم با جمع. نکته آخر و بعدش سوالاتی که شما قرار زحمت بکشید حل کنید، میگیم اولویت ضرب و تقسیم با هم برابر. پس در موارد مشابه از کجا شروع میکنیم؟ از سمت چپ به راست محاسبات رو باید انجام. یه تذکرم میدیم بچه توی سوالات سرکاری از این نکته شاید استفاده بکنن که آقا هر عددی تو عدد صفر ضرب بشه، هر تعداد عدد تو عدد صفر ضرب بشه قطعا حاصلش میشه عدد صفر. مثالی اگر سوالی اگر هست بفرمایید، اگر که نه سوالات اینجا رو شما زحمت بکشید منم دوربینم ببندم که تصویر واضح و بزرگ در اختیارتون قرار بگیره. سوالی هست بفرمایید، اگر که نه زحمت بکشید شروع کنید. سوال 1 2 3 باشه شروع کنید. میپرسم
این سه تا ساعت رو فعلا اینجا می‌بینید. بچه که حل کردن دستشون بالا میشه و کنار بس کن. پرمیان، ایبا، نهال، دلناز، دیانا، کوسر، حنانه، سایدا، نیایش، هلیا، سحر، دوباره هلیا و آتنا. این عزیزانی که حالا من اسمشون رو خوندم زحمت بکشن. سوالی را اگر از این حل کرد دستش بیاد بالا، من میکروفونشو باز کنم توضیح بدم. بچه ها نکردی؟ دوستان عزیز من کجایی؟ بچه بوده؟ دستتون بیاد بالا سریع. دست بیاد بالا. چند دقیقه منتظر بچه همون پنجان رو بنویسن. الان پایی یه دونه دست من بالا مون دست نخواهده. در حالا الان که من باید بالا مون اولین سوال رو نهال بفرمایید، بعدی رو ملیکا و هلیا. این هم تصویر شما. سلام استاد. سلام عزیزم. ما میایم میگیم که همون جوری تو اولویات ها داشتیم، اول با ضرب تقسیم هر کدوم از سمت چپ نزدیکتر بود شروع میکنیم. میگیم که دو دوتا میشه چهار تا. آسه ما ببخشید میشه شیشتا. و بعد شیش تقسیم برای شیش تقسیم برای دو میشه همون سه. وقتی دوباره از اول می نویسیم سوالو. وقتی از اول دوباره سوال نوشتیم تقسیم رو که انجام دادیم میشد سه، میشه هفت منهای شیش. هفت منهای سه مثبت پنج که جواب آخر میشه. من چون با دو حساب کردم جوابو استفاده رو بردن. هفته من سیه سه میشه جواب نو. ملیکا خانم شما بعدی رو بفرمایید. مرسی نمازم شما. ملیکا خانم بفرمایید سوال دو رو. ملیکا موسیقی هستردی سهر و هلیا هم شاید سوالت بعد. خب بریم بریم. ابتدا از اولویتمون شروع میکنیم. پرانتزمون اولویتمون هستش. یک به علاوه دو میشه سه ضرب در بعد توانمون هم به دست بیاریم میشه نو. سه ضرب در نو بیست و هفت. یه لحظه ملیکا، جمع
ضرب توان. کدوم اول باید برم؟ توان. سه به توان دو؟ نو. من این رو دیگه باید نمیزم. یک، ده علاوه دو، ضرب داره، دروگی نو. حالا، ده علاوه ضرب، کدوم اول بریم؟ ضرب. حالا منهای زر؟ زر پنج منهای نوزده زر در پنج میشه چی میشه نوزده پنج ادامه شما بگیم نوزد علامت بزرگتر؟ علامت بزرگتر نوشتیم که من بیه نوزد درستی من بزرگتر مثال یک و دو عزیزی اگه ایراد داره کامنت بذاره ایراد نه من خواهد کنم سوال یک و دو را کنم آچه فرقا درست خانم ها صدات رو میشنم درست جان صدات رو من میشنم نبیدیم خود بر شما میشه سلام سلام هستم بخانم اولویت ما اول با پرانتزه منفی مثبت 6 میشه مثبت 3 بعد میرسه به تقسیم چون از چپ به راست شروع میشه میای مثبت 3 رو تقسیم بر 27 میکنیم که میشه مثبت 9 بعد اولویت با ضربه بعد میای مثبت 9 ضرب در 5 میکنیم که میشه 45 مثبت 45 و 45 رو با منفی 12 رو میگیریم که میشه 33 ممنون اومده شاهارم بنویسم بچه اینا یاد داشتون جرگاشون سوال شاهار مریم صفایی میشه کنید دست مریم جان نشد سر میشه کنید دست دوباره
بچه اونایی که میخوام بگن دور دستشون رو بیارم بالا، من میکروفونش رو بس کنم. دو من فایلسر اینجا هم دارید دوستای کل من، اگر فایل پرابلم نمیبینی توی جزوهتون هستش ها، شوال چای بالا نمیبینید بچه هم دارم هایلایتش میکنم قرمزه هم سوالی که من براتون نوشتم جزوه رو اتن. ملیکا مصطفی بفرم. صدا میاد استاد؟ بله عزیزم بفرم. خب ابتدا ما پرانتز رو حل میکنیم، از توان شروع میکنیم. ما میدونیم که هر عددی به توان یک برسه مساوی یک میشه. یک به توان هر عدد برسه میشه یک. سه رو ضرب داره یک کنیم میشه سه، 18 رو تقسیم بر سه کنیم. یه لحظه اینجا نگاه کن بریم رو جام، از سمت چپ اولا حساب کن. سه ضرب داره یک دیگه، 18 رو تقسیم بر سه، ضرب داره یک. آها، از اول باید تقسیم بکنیم میشه 6. حالا ادامه سوال ضرب در یک که میشه 6. من یه بار دیگه از اول سوال بپرسم برای شما، دو منهای سه ضرب در کل پرانتز که جوابش شد 6 و در ادامه تقسیم بر باید اول ضرب رو انجام بدیم. آفرین. منفی 18 میشه جواب. منهاش هم بعد منها میکنیم، منهاش آدم این تقسیم 6 تا میشه 18 تقسیم بر 9 مساوی 2. دوباره تقسیم رو میکنیم، 18 تقسیم بر 9 میشه 2. اون دو اول سوال رو بنویسم، منها رو بنویسم، جوابی هم که شما فرمودید شد 2 و جوابش میشه 0. مرسی، ممنون از شما. خب بچه تا سوال چهار اگه ایراد هست بپرسید. من در پایین میکنم سوال پنج. سوال شماره گوستر شما رو بگوید. استاد میایم منفی ها و مثبت ها میگیریم. منفی 21 و مثبت 37 میشن مثبت 14. اونده درست میگه ولی راحت تر هم میشه حلش کرد. ببین الان منفی 21 رو خوب که نگاه میکنیم خوشبختانه تو این سال قرینش وجود داره. ببینی؟ بله. استاد من به این روش حل کردم، اگه بخوام حل کنم طول میکشه. خب بگو هر روش خود بگو. جواب آخر تو هم بگو بزن. جواب آخرم شده 32. 32 جوابت کاملا درسته، جواب شما کاملا کاملا درسته. ولی بیا با من کمک کنیم و حل کنیم. بسن الان منفی 21 قرینش کیه که تو تابلو میبینیم؟ مثبت 21. آقا منفی 21 و مثبت 21 چه چند میشه؟ 0. درسته؟ بله. بازم بگرد ببین قرینه میبینین؟ مثبت 32 منفی 37. مثبت 37 منفی 37 تموم شد. دو تا عدد میمونه برات. خب حالا دو تا حساب کتاب کنیم، یکیش منهای 18 یکیش مثبت 50. جواب دو آخر چند شد کنید؟
32 دوباره میشه هم 32. بله حالا ممنون استاد. مثال بعدی سوال 6. مثال 3 بعد مثال 8 به هر روز مصبت به شاهان در نمی دیگر. خب هرنیا میگی؟ هرنیا بقیه دوستان چرا پرده مزید بچه ها؟ بچه هایی که هلیا بگه هلیا دست بالا. سر سلام استاد. سلام استاد. منفی 3 به اضافه 8 اول از همه که میایم پرانتز رو به دست میاریم. میشه منفی 3 منهای 8 میشه منهای 11. این که جوابش کلاً به قول شما چون میشه منهای 3 منهای 8 و میشه منهای 11. پرانتز بعدی 9 منهای منفی 4 میشه 5. پس میشه 9 منهای 4 شد 5. حالا اول من سوال بپرسم جواب این دوتا رو چی می‌نویسم؟ منفی 11 منهای 5 به اضافه یه ده جواب شیش. علاقه بگوید ببخشید منفی شیش اشتباه بود. بود مرسی خواهش بکنم. سوال بعدی رو سحر خانم بگه بعدی رو دلانس بگه بچه فاضلی چون بپرسید من حواسم به چطورتون هست. سیر دفتر چهر و به هر را بگیرم هشت بر را بگیرم و دفتر نرش خب بچه ایتان اگر حالا در تابلو راحت نمیبینید اینجا میتونید این قرمزه رو ببینید. سوال شماره هفت قرمزه شما میتونید سرد شد. سرد بگوید. سرد میشه کنید و باید نمیشه. دلناز بگه. نگفتی خدا. یو جان برسم چشمه باید میدونم گفتر بگو سر. خب استاد از کوچکترین پرانتز سمت چپ شروع میکنیم. 3 و مثبت 12 ضرب در 2 که جواب کلش میشه 1. نه که دو ببخش شده استاد. پرانتز کوچولوه 3 مثبت 2 ضرب در 2 میشه 2 جواب کلش از چند ببینید
از چپ حساب کردم. بله بله. سه علاوه دو دفتر سه. حالا چی شده؟ شده سه. نه. دو سه تا. چند تا؟ شیش تا. سه علاوه شیش میشه چند تا؟ میشه نه تا. حالا اینجا میشه سی و شیش تقسیم بر نه میشه چهار. این است. بیا اونور بگو. کسک روز رفت بیرون. سر من خیلی میکروفون تو بس کردم عزیزم، ولی نمیدونم چرا نمیتونیم با تو برقرار کنیم. نوید جان شاید مشکل از سمت اینترنت خودتونه، اگر درست نشد نه یه بار برو بیرون دوباره بیاد. خب اینم بگم نوید شما بچه اول تو فرمت درمیه هشت بعد از دوازده دوازش میشه بیست. بعد حالا شروع کنم از چند حساب کتاب کردم. اینو اول حساب میکنیم از وقتی کم بیدیم سه چهار تا میشه دوازده تا، یه سه تا داره میشه صد و بیست. ده علاوه بیست تقسیم بر شیش. دقت کن سه ضرب داره چهل حساب کردم شد صد و بیست. بعد این تقسیم تقسیم بر پرانتز تقسیم بر شیش. خب ببین عزیزم تقسیم بر پرانتز که پرانتز شد بیست در آخر تقسیم بر شیش. حالا از چپ اولویت داره. اگر پس اگر از سمت چپ شروع بکنم صد و بیست رو تقسیم بر بیست بکنم میشه شیش، در آخر شیش هم تقسیم بر شیش میکنم میشه یک. جواب پرانتز اولی هم شد چهار. به علاوه پرانتز دوم که یکه جوابش میشه پنج. خدا رو شما که درست شد برای شما اب نداری پرسن جواب شد پنج. سوال بعدی رو بگیم. چهار برده این که شد پنج. سوال پنج اینم هستیم. سهر توکر داد خاطر این دست میشید و علامت دادم نشد. الیا بگو. صدای من هست استاد؟ استاد سوالمون کلن دو تا پرانتز بزرگه که اولیش از داخلی ترینش شروع میکنیم، میگیم منفی سه منهای هفت به اضافه چهار، جوابش میشه منفی شیش. استاد گفتیم که کل سوالمون دو تا پرانتز بزرگه، اولیش از داخلی ترینش شروع میکنیم. حالا شما اون 18 منهای 13 میشه 5. خب 18 منهای 13 5.
بعدی منفی 3 منهای 7 به اضافه 4 میشه منفی 6. حالا 5 منهای منفی 6 به خاطر اینکه منفی و منفی میشه مثبت میشه 5 به اضافه 6. بله. پرانتز بعدی 24 به اضافه 6 میشه 30. 3 به اضافه 2 هم میشه 5. 30 تقسیم بر 5 میشه 6. 11 ضرب در 6 میشه 66. بریم مثال بعدی. سوال نو دو منهای سه ضرب یک ضرب چهار ضرب شیش تقسیم بر چهار توان سه شست و سه به توان 1397. خب کدوم از این قرار رو بگیریم؟ خودم میگم پس دقت بکنید توی این سوال مثال شماره 9 فرزینات دقت کنید قشنگ بحث توان پرانتز رو الان این شما بررسی بکنید بچه ببینید توی این پرانتز که شما یه توان بزرگی دارید نه ترسینا اصلا ترس نداره این سوالاتی که به این شکل میدن بزنید سرکاریه همه این سوالاتی که اینجوری توانهای بزرگ بهتون میدن اینه سرکاریه چرا؟ یه چی سرکاری نگاه کنید نه؟ بودن یه تو فرق بزنید اوکی چهار توان سه میشه شست و چهار منهای شست و سه جوابش میشه یک. یک به توان 1397 به توان اصلا هر چیز دیگه ای جوابش میشه یک. اصلا بحثی نداره. یک به توان هر عدد میشه یک. خب حالا بریم محاسبات شما ببینیم از اون پرانتزها از بریم قبل سوال ما در واقع شد این دو منهای سه ضرب یک به علاوه چهار به علاوه شیش تقسیم بر یک بالا از سمت چپ به برای اولویت بندی سوال. خب اینجا سه یکی میشه سه تا دیگه جمع نه جمع نه تقسیم شیش تقسیم بر یک هم که میشه شیش. یه بار دیگه سوال ببینیم با هم چون دو منهای به علاوه چهار به علاوه شیش چه برابر میشه با خب دیگه اجازه شما میدید هر کاری میکنید بکنید دو منهای سه که میشه منفی یک چهار به علاوه شیش هم که میشه ده ده منهای یک جواب آخر نه آخری سوال هم بگیم و بحث امروز هم رو ببند. یه
اینم از این. سوالی نداری بچه ها؟ آخریه رو هم میریفه که گفتی صحبت کنی کنه مثال آخر رو بریم هم دیگه مریم هم که پانتو وزد کردم نشد تو نداریم نه هم میشه پانتو وزد کردم سلام استاد سلام استاد ما میایم میگیم که کل سوالمون فقط دو تا پرانتزه و ما میایم درون پرانتزا رو حساب میکنیم پرانتز اول میگیم که یک منفی یک میشه صفر و ضرب در دو باز هم میشه صفر چون صفر ضرب در هر عدد میشه اولویت اول پرانتزه اول ضربه اول توانه توانه با دو توانه دو که میشه چهار حالا منحان ضرب اول ضربه میگیم که یک ضرب در چهار میشه چهار چهار بعد جوابمون میشه منهای چهار منهای سه منهای سه اینجا حالا به اینجا تقسیم یا ضرب تقسیم دیگه درسته خب جواب اونجا هم اول میگیم که اول از سمت چپ تقسیم 18 تقسیم برای 6 18 تقسیم 6 میشه 3 خب زن در نه لیه دوتون قرد 3 در 3 میشه 9 این است حالا بچه ها چون این پرانتزه توی این پرانتز داریم منهای سه منهای نو که میشه منهای دوازده این مال پرانتز برگ اولیه شه یه پرانتز دیگه هم داره پرانتز دوم شما خیلی صفت چون خیلی بزرگ پرانتز جانه شد من این دوبار جده جده دارم حساب کنم میشه یک منهای یک زن در دو زمان دو ده هزار هیجده تقسیم بر شیش زن در سه بریم راهی هم ببینیم باز آرز بالایی هست اینجاش میشه یک منهای چهار به جوابش میشه منهای سه این طرفش دوباره بیشتر تقسیم بر شیش که میشه سه ضرب در سه به جوابش میشه نه حالا منهای سه به علاوه نه بچه‌ها منهای سه به علاوه نو جوابش میشه 6 خب جواب اولیه من جواب کل شد جواب اولیه شده من های دوازده جواب دومیه شده 6 جواب کل شد من های هفته دو دو اب نداره قد شد ایراد نداره خب این هم از این قسمت بچه ما عدد سعی رو کامل عرض کردیم بحث محور فقط میمونه که انشالله محور هم جلسه آینده توی یه دقیقه بهتون میگم و بحث در واقع عدد گویا رو خدمتتون میگیم قوانین عدد گویا و تمام و کاملی محفظ رو با هم دیگه انشالله به امید خدا میبندیم و جلسه آینده بحثه ایش رو به اتمام میرسونیم عزیزان دلم تایممون هم به اتمام رسیده خسته نباشید بابت حضور امروزتون هم بی نهایت ازتون سپاسگزار مراقب خودتون باشید تا هفته آینده روز دوشنبه که باز دور ما هم دیگه رو ببینیم جزئیاتون که فردا فراموشتون نشه خانم راد هستم خدمتتون فردا انشالله تشریف بیارید جزوه رو از سر کار خانم راد بگیرید بچه عزیز من خسته نباشید دوستای گلم
مراقب خودتون باشید، هفته آینده که ببینم اتون. مرسی، خدافظ. مرسی نوا جان، مرسی ممنون دوست عزیزانم، مرسی، خدافظ.